فرض کنید بتونید یه تعدادی سلول زنده رو کنار هم بچینید و جوری تنظیمشون کنید که به یه سمت مشخصی حرکت کنن و کار مورد نظر شما رو انجام بدن. خب باید بگم که همین الانم این اتفاق افتاده. زینوبات ها، ربات هایی که از سلول های زنده ساخته شدن، اونم به روشی که هوش مصنوعی بهمون پیشنهاد داده. هم میتونن خودشون رو ترمیم کنن، هم توانایی تولید مثل دارن. اما همچین چیزی دقیقا تو چه دسته ای قرار میگیره؟ بالاخره یه ربات یا یه موجود زنده. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته که توی پروژه های زیادی استفاده میشن، از ساعت های هوشمند گرفته تا اندام های مصنوعی، ابزار پزشکی، کاوشگری فضایی، کشاورزی، روباتیک، همه جا ردپای سنسورهای فیوتک دیده میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. داستان جالب زینوبات‌ها از سال 2017 شروع شد. دو تا از دانشمندای دانشگاه ورمونت آمریکا که متخصص زیست‌شناسی محاسباتی و هوش مصنوعی بودن، این ایده به ذهنشون رسید که یه برنامه کامپیوتری ایجاد کنن برای شبیه‌سازی ربات‌های خیلی کوچیکی که از سلول‌های زنده ساخته میشن. دو نوع سلول براش تعریف کردن. سلول‌های پوستی که بدنه ربات رو می‌ساختن، به اضافه سلول‌های قلبی که با انقباض و انبساط باعث ایجاد حرکت می‌شدن. برای این کار از ابرکامپیوتر دیپ گرین دانشگاه ورمونت استفاده کردن. این ابرکامپیوتر با الگوریتم‌های هوش مصنوعی این دو نوع سلول شبیه‌سازی شده رو به هزاران شکل مختلف ترکیب کرد و مدل‌هایی به دست آورد که می‌تونستن توی جهت مشخصی حرکت کنن یا یه کار خاصی انجام بدن. بعضی از این مدل ها رو با پرینتر سه‌بعدی و سیلیکون پیاده سازی کردند که موفقیت آمیز بود. حالا نوبت این بود که همین مدل ها رو با سلول های واقعی بسازن. اینجا دو تا زیستشناس از دانشگاه تافتس پیوستن به این تیم. سلول هایی که انتخاب کردن مربوط به موجودی بود به نام زنوپوس لائویس یا قورباغه پنجه‌دار آفریقایی. پس کلمه زینوبات از ترکیب اسم این قورباغه با کلمه ربات ساخته شده. سال 2020 اعضای این تیم سلول‌های بنیادی رو از جنین این قورباغه استخراج کردن و تبدیلشون کردن به دو نوع سلول پوستی و عضله قلب. بعدش با ابزارهای دقیق میکروجراحی به صورت دستی اینا رو به فرم‌هایی کنار هم چیدن که هوش مصنوعی بهشون پیشنهاد داده بود. اینجوری اولین نسل زینوبات‌ها ساخته شدن. چسبندگی ذاتی سلول‌ها کمک می‌کرد شکل خودشون رو حفظ کنن. وقتی هم که بریده می‌شدن یا هر آسیب دیگه‌ای می‌دیدن، می‌تونستن خودشون رو ترمیم کنن. اندازه هر کدومشون کوچکتر از 1 میلی‌متر بود، ولی از حدود 3000 تا سلول تشکیل شده بود. تو این تصویر سلول‌های پوستی که بدنه زینوبات رو می‌سازن با رنگ سبز نشون داده شدن، سلول‌های عضله قلب هم که باعث ایجاد حرکت میشن به رنگ قرمزن. بسته به اینکه سلول‌های قلبی تعدادشون چقدر بود و کجاها قرار گرفته بودن، این حرکت یا مستقیم بود یا چرخان با سرعت‌های مختلف. اما از اونجایی که هیچ سیستمی برای دریافت غذا نداشتن، بعد از یه هفته که ذخایر انرژی جنینی این سلول‌ها تموم می‌شد، می‌مردن. البته تو نسل‌های بعدی بازم با استفاده از هوش مصنوعی تونستن مدل‌هایی ایجاد کنن با طول عمر بیشتر. کم کم به این فکر افتادن که ببینن زینوبات‌ها با بقیه مواد چه برهم کنشی دارن. برای این کار ذرات رنگدانه رو به ظرفشون اضافه کردن و با صحنه عجیبی روبرو شدن. حرکت بعضی از زینوبات‌ها طوری بود که رنگدانه ها رو توی یه نقطه جمع می کردن. شبیه بولدوزرهای میکروسکوپی. بعدش به جای این ذرات تعداد زیادی از همون سلول‌های بنیادی که زینوبات‌ها رو باهاشون ساخته بودن ریختن تو این ظرفا. وقتی زینوبات‌ها این سلول‌ها رو کنار هم جمع کردن و به شکل کره درآوردن، متوجه شدن که این توده جدید تا حدود زیادی شبیه همون زینوبات سازندش بود. یعنی این ربات‌های زنده با استفاده از سلول‌های بنیادی که در اختیارشون قرار گرفته بود، خودشون رو تکثیر یا همانندسازی کرده بودن. این روش که معروف به تکثیر جنبشی یا حرکتی تو طبیعت فقط در سطح مولکولی دیده میشه. در سطح سلولی هیچ گیاه یا حیوانی وجود نداره که به این روش تولید مثل کنه.
برای همین هنوز دقیقا نمیدونیم که چطور این کار رو انجام میدن. همچنان دانشمندا در حال بررسی هن. با این حال تعداد زینوبات‌هایی که میتونستن همچین کاری انجام بدن زیاد نبود. پس دوباره دست به دامن هوش مصنوعی شدن تا ببینن از بین تمام فرم‌های ممکن کدومشون میتونه به بهترین شکل نمونه‌های مشابه خودش رو تولید کنه. سال 2021 هوش مصنوعی بهشون پیشنهاد داد زینوباتی به شکل پکمن بسازن، یکی از معروف‌ترین بازی‌های کامپیوتری دهه 1980. وقتی که ساختنش همونطور که انتظار میرفت تونست با شکافی که شبیه دهنش بود سلول‌های بنیادی آزاد و خیلی خوب جمع‌آوری کنه که در نهایت به هم میچسبیدن و یه زینوبات جدید ایجاد میشد. حالا اینجا چند تا سوال بنیادی پیش میاد. اولیش اینه که بالاخره اینا جزو گروه ربات‌ها قرار میگیرن یا موجودات زنده؟ هر موجود زنده‌ای باید حداقل این چند تا ویژگی رو داشته باشه: نسبت به محیط خودش واکنش نشون بده، بتونه رشد کنه، تولید مثل داشته باشه، از طریق فرآیندهایی مثل گوارش بتونه از محیط خودش انرژی بگیره و مواد اضافی رو دفع کنه. بعضی جاها حرکت کردن هم جزو این شرط‌ها در نظر می‌گیرن، در حالی که گیاهان هیچ حرکتی ندارن. حتی شرط تولید مثل هم بعضی وقتا نقض میشه، چون مثلا موجودات دورگه‌ای مثل قاطر این توانایی رو ندارن. یا مثلا ویروس‌ها رو بعضیا زنده می‌دونن، بعضیا نه. پس تعریف زندگی یه وقتایی زیاد واضح نیست. زینوبات هم از سلول‌های زنده ساخته شده، توانایی تولید مثل داره، حرکت هم می‌کنه، ولی مثلا تغذیه یا تنفس نداره. برای همین در مورد زنده بودن یا نبودنش اختلاف نظر هست. شاید بهترین حالت این باشه که بگیم یه چیزی بین موجود زنده و ماشینه. رباتی که به جای پلاستیک و فلز از سلول‌ها ساخته شده. یه ترکیب کاملا جدید از هوش مصنوعی و زیست شناسی که دیگه نیازی نداره میلیون ها سال تکامل رو طی بکنه، چون هوش مصنوعی با قدرت فوق‌العاده‌ای که داره مسیر پیشرفت رو براش به شدت کوتاه میکنه. هر نسل جدید زینوبات ها میتونه طول عمر بیشتری داشته باشه، بهتر و سریعتر حرکت کنه، بچه های بیشتر و دقیق تری بسازه و اینکه وظایف جزئی تر و تخصصی تری رو به عهده بگیره. موضوع بعدی اینه که هر چقدر ما بیشتر در مورد زینوبات‌ها یاد بگیریم، شناخت ما از ایجاد زندگی روی زمین هم بیشتر میشه. احتمالاً بهتر میتونیم درک کنیم که موجودات تکسلولی چطور تونستن کنار هم جمع بشن و چند سلولی‌ها رو بسازن. چی شد که بعضی از این سلول‌ها تغییر کردن و اندام‌های مثل قلب و ریه و سیستم عصبی ایجاد شد؟ الان زینوبات از نظر ژنتیکی 100% یه قورباغه است. دی ان ای قورباغه رو داره، ولی خب رفتارش هیچ شباهتی به اون نداره. اینکه چرا از سلول‌های این موجود استفاده کردن دلیلش رو نمیدونم، اما زینوباتی که مثلا از سلول‌های بنیادی انسان ساخته بشه آیا در نهایت رفتار متفاوتی داره؟ هنوز نمیدونیم، ولی یکی از برنامه‌های آینده این تیم استفاده از سلول‌های انسانه. یه سوال دیگه، آیا ممکنه هوش مصنوعی و الگوریتمای این پروژه بتونه به جایی برسه که با استفاده از سلول‌ها یه موجود زنده کاملا جدید طراحی کنه؟ به هر حال الان فقط با دو نوع سلول تونسته چیزی بسازه که حرکت میکنه و تکثیر میشه. حالا بیاید در مورد کاربردهای جالب زینوبات‌ها صحبت کنیم. اولیش حمل دارو داخل بدنه. بعضی‌هاشون حفره‌ای دارن که میتونیم داخلش دارو قرار بدیم تا ببرن به یه نقطه مشخصی از بدن. اینجوری درمان بیماری‌هایی مثل سرطان، مشکلات ژنتیکی یا حتی پیری خیلی دقیق‌تر و بهتر انجام میشه. مثلا در مورد سرطان دیگه نیاز نیست داروها تو کل بدن پخش بشن و اثرات جانبی داشته باشن. میتونیم با زینوبات‌ها مستقیماً سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بدیم. یه کاربرد دیگه‌شون میتونه دسترسی به نقاطی از بدن باشه که برای ما ممکن نیست. مثلا وارد رگ‌ها بشن و گرفتگی‌ها رو برطرف کنن. زینوبات ها دو تا ویژگی دارن که باعث میشه برای اینجور کارها خیلی مناسب باشن. اول اینکه عمر کوتاهی دارن، یعنی مدت طولانی داخل بدن باقی نمیمونن. دوم اینکه وقتی از بین میرن چیزی باقی نمیمونه جز چند تا سلول مرده.
پس چه داخل بدن ما باشن، چه توی طبیعت، هیچ آلودگی از خودشون به جا نمیذارن. برخلاف ربات‌های معمولی و نانو ربات‌ها که از پلاستیک و فلز و مواد دیگه ساخته شدن. کاربرد بعدیشون حذف آلودگی‌های محیط زیسته. تجزیه موادی مثل پلاستیک‌ها و پلیمرها صدها سال طول می‌کشه، اما توی کوتاه مدت، خیلی قبل از اینکه کاملاً تجزیه بشن، تبدیل میشن به میکروپلاستیک‌ها. ذرات خیلی ریز پلاستیک که اندازه‌شون از 5 میلی‌متر کوچیک‌تره. همین کیسه های پلاستیکی که مخصوصا ما ایرانی ها خیلی زیاد استفاده می کنیم به سرعت میرن قاطی زباله ها و تو طبیعت تبدیل میشن به میکروپلاستیک ها، یکی از مهمترین عوامل آلودگی آب اقیانوس ها. اندازه کوچیک و تعداد خیلی زیادشون باعث شده جمع‌آوریشون فعلا غیر ممکن باشه، برای همین تبدیل شدن به یه تهدید کاملا جدی برای زندگی موجودات دریایی. خود ما هم از میکروپلاستیک‌ها در امان نیستیم. همین پارسال بود که دانشمندا برای اولین بار توی خون انسان هم پیداش کردن. 80% افرادی که آزمایش داده بودن خونشون حاوی میکروپلاستیک‌های خیلی ریز بود که تو کل بدن پخش میشن و علاوه بر رسوب توی اندام‌ها بیماری‌های ایجاد می‌کنن که مهمترینش سرطان خونه. اگه بتونیم زینوبات‌هایی بسازیم که با تعداد بالا تکثیر بشن و با ورود به محیط‌های مثل اقیانوس‌ها یه جوری این میکروپلاستیک‌ها رو جمع‌آوری کنن، یکی از بزرگترین مشکلات سیاره ما حل میشه. باز اینجا هم خوبی زینوبات‌ها اینه که هر چقدرم که زیاد باشن، خودشون محیط زیست رو آلوده نمی‌کنن. اما موضوع زینوبات‌ها یه نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده. مهمترین سوال اینه که اگه زینوبات‌هایی با قدرت تکثیر بالا بسازیم و بعدش کنترلشون از دست ما خارج بشه، چه اتفاقی می‌افته؟ آیا احتمال داره که با سرعت شدیدی تمام منابع رو مصرف کنن و یه آخرالزمان زینوباتی رقم بزنن؟ مسئله اینه که حتی اگه جمعیتشون هم کاملا قابل کنترل باشه، وقتی به دست آدمای نادرست بیفتن تبدیل میشن به یه سلاح بیولوژیکی قدرتمند. سلاحی برای وارد کردن سم یا ویروس ها و مواد بیماریزا به بدن دشمن بدون اینکه بشه به راحتی جلوشو گرفت. بعضیا ترسشون اینه که دانشمندا به طور ناخواسته زینوبات هایی تولید کنن که در نهایت باعث از بین رفتن خود ما بشه. مثل اتفاقی که توی داستان تخیلی فرانکشتاین افتاد. هیولایی از کتاب مری شلی، نویسنده انگلیسی، در مورد داستان تخیلی یه پزشک به نام ویکتور فرانکشتاین که قطعاتی از جنازه های مختلف رو به هم وصل کرد و با جریان الکتریسیته زندش کرد. یه ترس دیگه که یه مقدار واقعی تره اینه که رفتار جمعیشون پیچیده تر از چیزی باشه که انتظار داریم. مثلا مورچه ها به صورت تکی کار چندانی ازشون بر نمیاد، در حالی که وقتی کنار هم قرار میگیرن جامعه نسبتاً پیچیده‌ای تشکیل میدن با رفتارهای عجیب. شاید زینوبات های آینده هم وقتی تعدادشون زیاد بشه یه هوش جمعی ناشناخته ایجاد کنن و ما رو به دردسر بندازن. به هر حال اینجا هم مثل بحث هوش مصنوعی باید هر زمانی که اراده کنیم بتونیم دو شاخه رو از برق بکشیم. هنوز این نگرانی ها جدی نشدن. زینوبات های فعلی کاملا تحت کنترلن. ساخت هر کدومشون نیاز به چند ساعت میکروجراحی داره. از طرفی هم برای اینکه بتونن تولید مثل داشته باشن، باید تعداد زیادی سلول های بنیادی آزاد در اختیارشون قرار بگیره. یعنی سلول های تکی که به هیچ ارگانیسمی وصل نیستن. پس ورود زینوبات‌های فعلی به بدن ما بهشون اجازه تکثیر نمیده. نهایتاً بعد از یه هفته تبدیل میشن به سلول‌های مرده بی‌خطر. اما شاید این وضعیت دوام زیادی نداشته باشه. شاید در آینده بتونن از سلول‌های غیر آزاد هم برای تکثیر خودشون استفاده کنن. اونجا دیگه باید احساس خطر کنیم. آینده زینوبات ها به دو تا موضوع بستگی داره. اول اینکه هوش مصنوعی تا چه حد بتونه مدل های پیشرفته ای از زینوبات ها رو طراحی کنه. دوم اینکه ما تا کجا بتونیم سلول ها رو کنار هم بچینیم و مدل هایی که بهمون میده رو پیاده کنیم. به نظرم هوش مصنوعی با این سرعت پیشرفتی که داره از زیست شناسی یه مقدار جلو میفته. ممکنه فرم هایی از زندگی برای ما طراحی کنه که تا سالها قادر به ساختنش نباشیم. مگه اینکه غیر از بخش طراحی تو بخش ساخت هم خودش به کمکمون بیاد.